یکی که همکلاس من بوده با من درس خونده اومده به سر دبیرستان رسیده، من حق دارم به عنوان مسلمان برم تو دانشگاه درس بخونم و اون حق نداره و بعد بره و زندگیش نابود بشه. خیلی از مردم نمیدونن که در سال 2011 افراد هنوز میتونند از رفتن به دانشگاه به خاطر عقیده دینی یا فردی محروم بشن. 30 ساله که اجازه نمیدن دانشجویان بهایی وارد دانشگاه بشن. وقتی من مدرسه میرفتم نمیدونستم که بعضی ها برای درس خوندن باید اینقدر سختی بکشن و گذشت کنن. قوانین حقوق بشره که خود دولت ایران امضا کننده اون هست، به علاوه این مخالف قانون اساسی ایران هم هست. ما امروز اینجا دور هم جمع شدیم که در مورد مسئله غم‌انگیز صحبت کنیم، یعنی اقدام دولت ایران به ریشه‌کن کردن مؤسسه آموزش عالی بهائی. در روز 22 ماه می امسال و روزهای بعد از اون، دولت ایران دست به یورشی ناگهانی به 39 منزل زد و کامپیوترها، کتابها و دیگر ابزار درسی در این خونه‌ها رو مصادره کرد. 18 نفر رو هم دستگیر کرد. 8 نفر از این افراد به خاطر نقشی که در تشکیل این دانشگاه به اصطلاح غیرقانونی داشتند، متهم به توطئه بر علیه امنیت کشور و دسیسه سازی بر علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. من مختصری از اوضاع پدرم در ایران رو برای شما میدم. پدرم در روز 22 می در خونش دستگیر شد. مهاجمین خونه رو زیر و رو کردن. همه جا رو گشتن و کامپیوترها و کتابها و دفترهاش رو گرفتن و اون رو به زندان اوین بردن. من شنیدم که اون خیلی وزن کم کرده و رنگ و روش رنگ پریده و زرد شده. به نظر میرسه که در هر سلول 2 نفر زندانی هن و این سلول ها اونقدر کوچکه که وقتی که میخوان بخوابن فقط میتونن یه پاشون رو دراز کنن. پیشرفت این مؤسسه خیلی قابل توجه بوده به خاطر اینکه با توجه به تمام فشارهایی که از خارج وارد می‌شده و تمام چالش‌هایی که این جامعه از درون باش روبرو بوده، تونسته در عرض این 20 سال تقریباً عده زیادی از دانشجویان بهائی رو که از ادامه تحصیلات محروم بودن با تحصیلات عالیه آشنا بکنه و اجازه بده که فرهنگ جامعه حفظ بشه و امید در دل این جوانان باقی بمونه. اگه دقت کنیم اقلیت‌های مذهبی در ایران مثل یهودی‌ها، زرتشتی‌ها و مسیحی‌ها مشکل تحصیل ندارن در ایران و یه حقوق ابتدایی رو، حالا خیلی تبعیضات علیه اونها هم صورت می‌گیره، ولی حقوقی دارن، نماینده در مجلس دارن و خب اینقدر حساس نیست مثل مسئله بهائی‌ها. و مسئله بهائی‌ها واقعاً تبعیض علیه بشریته، یعنی ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. خیلی مهمه با به هر حال با انتشار خبرها و با توضیح راجع به این حقی که در واقع الان از جوانای باهائی گرفته شده و اقداماتی که برای جبران این حق میشه، با صحبت کردن راجع به اتفاقات روز خیلی کمک میشه، خیلی کمک میشه به افزایش آگاهی تمام افراد ایرانی و حالا در نهایت هم خارج از ایران. تو 70 سالی که از تشکیل سازمان ما میگذره، ما با تبعیض و آزارهایی مثل اونچه که امروز در مورد اون صحبت میکنیم مبارزه کردیم، مثل آزار و اذیت سیستماتیکی که دولت ایران بر علیه اقلیت بهائی تو ایران در 30 سال گذشته و از بعد به انقلاب اسلامی به عمل آورد. بهائی‌ها از دسترسی به تعلیم و تربیت از طریق قوانین مستحکم دولتی ممنوع و محرومند. استادای بهائی از کار بیکار شدند و دانشجوها اخراج شدند. توی همه فرم‌های تقاضای ورود به دانشگاه، داوطلبین رو مجبور می‌کنند تا دین خود رو در اونها مشخص بکنند. به محض اینکه لغت بهائی روی این فرم‌ها باشه، اون درخواست بلافاصله رد میشه. اصولا تعلیم و تربیت یکی از احکام اصلی جامعه دیانت بهائی هست. پدر و مادر مسئولیت دارن که فرزندانشون رو تربیت کنن. حق پدری و مادری هست به اصطلاح ساقط میشه اگر نذارن بچه هاشون تحصیل بکنن. لذا تحصیل و مطالعه و کسب علم و دانش یکی از وظایف روحانی و اخلاقی یک فرد و جامعه بهائی هست. Thank you.
که میدونین الان مؤسسه با مسائل و مشکلات خیلی زیادی روبرو هست و به خصوص بعد از این بحران اخیری هم که به وجود اومده مشکلات بیشتر شدن و منابع انسانی و منابع تحصیلی که برای مؤسسه وجود داره خیلی محدوده. من شخصا فکر میکنم این کمپین ها و صحبت هایی که میشه خیلی مؤثره، به علت اینکه هر چقدر که این خبرها به خصوص به نظام های آموزشی کشوری مثل امریکا برسه کمک میکنه که سیستم مؤسسه در ایران قوی تر بشه. کسایی مثل ما که تو سازمان های بین المللی فعالیت میکنیم میتونیم ذهنیت سازمان های دیگه، گروه های حقوق بشری و دانشگاه ها نسبت به موضوع تحصیل بهایی روشن کنیم. یعنی اینکه مسئله بیاد روی صفحه های روزنامه ها نوشته بشه، مطرح بشه، خودش تاثیرش رو در داخل هم خواهد گذاشت. ما نمونه هاشو داشتیم وقتی بچه های زندانی میشدن، حالا چه بهایی چه غیر بهایی، که ما روشون بیشتر مانور میدادیم فشارشون کمتر میشد. من فکر میکنم این کمپین ها بسیار مهمه به خاطر اینکه بایستی جامعه بین المللی و مردم ایران بدونن که چی داره در داخل ایران میگذره و چطور حقوق بشر دیگر اندیشان در ایران در حقیقت سرکوب میشه و ما واقعا از دولت ایران میخوایم که این اساتید و مسئولین این دانشگاه رو آزاد بکنند، به خاطر اینکه اینها نه فرد سیاسی بودند و نه حتی در این دانشگاه تدریس دینی میشده. این یه دانشگاهی بوده صرفا علمی بر اساس موازین علمی و لذا هیچ مبنایی بر از هیچ جهت نداره که این افراد در زندان نگه داشته بشن. از خودم میپرسم من چجوری میتونم کمک کنم؟